سلام و وقتتان بخیر دوستان گرامی، به یک برنامه مهم خبری دیگر از چینل دری میدیا خوش آمدید. تازه‌ترین بررسی‌ها در مورد چگونگی کشته شدن مولوی مهدی مجاهد نشان می‌دهد که وی توسط عده‌ای از افراد خائن داخلی معامله شده و سرانجام به طالبان تسلیم داده شده است. چندین منبع میگوید که حسن کرار و جنرال مختاری در بدل گرفتن 50 لگ افغانی سنگرهای منطقه گلورز را فروخت و باعث شد که در حدود 20 تن از قوی ترین فرماندهان و چریکای مولوی مهدی مجاهد کشته شود. همچنین این گزارش‌های تازه نشان می‌دهد که خط قم کتل توسط علیرضا جعفر فروخته شده و او در هماهنگی با عده‌ای از افراد دیگر مانند عالمی‌زاده و جواد بلخابی در حدود 13,000 دلار آمریکایی را گرفتند و در نتیجه طالبان را وارد منطقه کرده و آنها از عقب سنگر و پیش رو حملاتشان را بر چریکای مولوی مهدی مجاهد آغاز نموده و تلفات سنگینی بر نزدیک یاران وی وارد کردند. این گزارش ها در حالی منتشر می شود که به تازگی در مورد کشته شدن فرمانده خیر محمد خیرخواه اندرابی و اسارت فرمانده داوود خطر و عده دیگری از مقامات ارشد جبهه آزادگان و جبهه مقاومت ملی نیز به گوش می رسد. عده از آگاهان نظامی می گویند که فرماندهان جبهه مقاومت ملی و آزادی باید در کنار بسیج نیروهای ضد طالبان خائنی داخلی را نیز شناسایی کرده و آنها را از بین ببرند، زیرا در غیر این صورت فرماندهان و جنگاوران اصلی دانه دانه نابود و از بین خواهند رفت. از سوی هم به گفته سخنگوی پلیس پاریس، بامداد روز چهارشنبه 21 جدی مردی با چاقو به 6 نفر در ایستادگاه قطار شمال پاریس حمله کرده و یکی از آنها به شدت زخمی شده است. سخنگوی پلیس افزوده است که مهاجم چندین بار مورد اصابت گلوله پلیس قرار گرفته و با جراحت جدی به شفاخانه منتقل شده است. گفته می شود که این ایستادگاه یکی از شلوغ‌ترین ایستادگاه‌های اروپا و رابط اصلی بین پاریس، لندن و شمال اروپا است. یک منبع می گوید که این فرد تمایلات طالبانی داشته و برخی شواهد نشان می دهد که او با یکی از اعضای طالبان در ارتباط بوده است. این حمله در حالی صورت گرفته است که پیش از این فردی در آمریکا نیز بر مردم حمله کرده بود و پس از آن مشخص شده بود که وی تمایلات طالبانی داشته و در دفترچه‌اش درباره شهادت نکاتی نوشته شده بود. از سوی هم وزیر تحصیلات عالی طالبان میگوید که آزادی تنها در میدان جنگ و شکست دشمن نیست و باید در میدان علوم معاصر نیز به خودکفایی رسید. ندا محمد ندیم در دانشگاه کابل گفت اگر ما کشور آزاد و مستقل میخواهیم باید در میدان علوم عصری و تحصیلات عالی به خودکفایی برسیم که به آن متعهد هستیم. همچنین و به دنبال محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران در کشور، یکی از دختران معترض از ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، آدمک برفی ساخته است و این مجسمه برفی را در اعتراض به منع تحصیل دختران تخریب می‌کند. این دختر ندیم را وزیر مبارزه با تحصیلات عالی توصیف می‌کند و می‌گوید که او دختران را از تحصیل محروم کرده است. طالبان دانشگاه‌ها را تا امر ثانی بر روی دختران بسته کردند. این گروه در این حال می‌گوید که مخالف تحصیل دختران نیست. طالبان مکاتب بالاتر از صنف ششم را نیز بر روی دختران تا امر ثانی بسته کردند. اما با گذشت 1.5 سال تا کنون از امر ثانی خبری نیست.
از سوی هم سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد در واکنش به فروش گرده از سوی زنی برای سیر کردن شکم فرزندانش رهبران فاسد و طالبان را مسئول وضعیت فاجعه‌بار کنونی در افغانستان دانسته است. نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل روز چهارشنبه 21 جدی در صفحه تویترش نوشته است طالبان و رهبران فاسد در برابر مردم و عدالت خداوند مسئول و پاسخگوند. فایق در ادامه افسوده است شرم و نفرین بر وجدانهای مرده و کسانی که این حالت را بالای زنان و دختران افغانستان آوردند. همزمان با این آکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر به طول نیوز میگوید که گزارش ها از بسته شدن دکان های زنان در بلخ و آرایشگاه های زنان در ولایت بغلان از سوی مسئولان این وزارت حقیقت ندارد و این وزارت تلاش می‌ورزد تا مکان خاصی برای آنان انتخاب کند. به گفته ی آقای مهاجر تا زمانی که مکان دیگری برای آنان در نظر گرفته شود می توانند در جای خود بمانند. همچنین دبیر کل سازمان ملل می گوید که زنان همواره در زمان بحران در خط مقدم حمایت قرار دارند. آنتونیو گوترش در تویتی نوشته است که مهم است زنان به عنوان رهبران و شرکت کنندگان در هر سطح نقش کامل و راه حل خود را ایفا کنند. او افسود که تلاش زنان برای بهبودی قوی، برابر و فراگیر ضروری است. همزمان با این و به دنبال مسدود کردن درب مکتب‌های متوسطه، لیسه‌ها و دانشگاه‌ها برای دختران و تعلیق کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی، طالبان تلاش دارند فضا را برای زنان تنگ‌تر بسازند. والی طالبان در غور به تازگی از جنگجویان این گروه خواسته است تا جلو گشت و گذار زنان بدون محرم را بگیرند. منابع در ولایت غور میگوید که احمدشاه دیندوست والی طالبان برای غور در یک نشست اداری از توقف فعالیت‌های مؤسسه‌ها خشمگین شده و گفته است که مؤسسه‌های خارجی با مردم افغانستان صادق نیستند و مسئله حجاب را بهانه گرفته و فعالیت‌هایشان را توقف دادن. والی طالبان برای غور در این نشست اداری با کارمندان اداره امر به معروف دستور داده است که از این پس نگذارند زنان بدون محرم در جاده‌های شهر گشت و گذار کنند. والی طالبان در غور خطاب به محتسبان اداره امر به معروف گفته است شما یک اداره هستید، بگیرید جلو زنان را که بدون محرم به بازار نروند، شما برای چه کاری هستید؟ این دستور والی طالبان گشت و گذار محتسبان اداره امر به معروف و نهی از منکر این گروه را در شهر فیروزکو بیشتر ساخته است. همچنین و به دنبال ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیر دولتی از سوی طالبان، شورای پناهندگان نروژ گفته است که مجبور به توقف فعالیت‌های خود در افغانستان شده است. شورای پناهندگان نروژ در گزارش تازه گفته است که این نهاد نمی‌تواند بدون کارمندان زن به فعالیت خود ادامه بدهد. در این گزارش آمده است که کارمندان زن شورای پناهندگان نروژ بخش مهم از واکنش بشر دوستانه بوده و تقریبا یک سوم نیروی کاری این نهاد را تشکیل می دهند. دوستان عزیز، این بود مهمترین خبرها و گزارش های افغانستان که تقدیم حضورتان شد. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.